دیدار هاشمی رفسنجانی با خانواده شهید دکتر بهشتی. همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر با این بخش خبری. با اخبار پنجشنبه دوم تیر ماه از رسانه سبز ایران همراه شما هستیم و اما مهمترین عناوین این بخش خبری. آیت الله دستقیب گفت درون زندانیان حق طلب و با استقامت بهشت است، برخلاف درون ظالمان که جهنم است. انتقال ابوالفضل قدیانی و عبدالله مومنی به بهداری زندان اوین. فراخوان جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران برای برگزاری افطارهای نمادین در حمایت از زندانیان اعتصابی و اعلام همبستگی و حمایت تشکل‌های مختلف مدنی و سیاسی از زندانیان اعتصابی در اوین. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار پنجشنبه دوم تیر ماه در خدمت شما هستیم. سلام و شب بخیر میگم به شما عزیزان و امیدوارم که تا پایان این بخش خبری ما را همراهی کنید. خبرهای امشب رو با خبری از دیدار هاشمی رفسنجانی با خانواده شهید بهشتی آغاز میکنیم. خانواده شهید مظلوم دکتر بهشتی به همراه جمعی از خانواده‌های شهدا و اعضای ستاد بنیاد جانبازان هفتم تیر صبح چهارشنبه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند. به گزارش ایسنا، هاشمی رفسنجانی در این دیدار با اشاره به مظلومیت دکتر بهشتی تاکید کرد. ایشان جزو پیشتازان انقلاب اسلامی بود که پس از شهادت بر تارک تاریخ انقلاب اسلامی ایران نشست و عظمت ایشان بر همگان مشخص شد. هاشمی رفسنجانی گفت حق و حقیقت همواره در تاریخ پایدار است و هیچ فراز و فرودی نمیتواند آن را از بین ببرد. حقیقت گاهی گم، کم و بیرمق می شود، اما همیشه وجود دارد و به طور قطع در قامت واقعی خود را نشان خواهد داد. وی با توصیه به همه دوستداران انقلاب به ویژه خانواده شهدای هفتم تیر به صبر و استقامت تاکید کرد. همگان باید تلاش کنیم تا انقلاب اسلامی که خونهای زیادی برای آن ریخته شده است در مسیر صحیح خود همیشه پایدار باشد. آیت الله دستقیب گفت درون زندانیان حق طلب و با استقامت بهشت است، برخلاف درون ظالمان که جهنم است. به گزارش سایت حدیث سرو، این مرجع تقلید مقیم شیراز با تاکید بر اینکه ظالمان و ستمکاران به مردم آسایش روحی ندارند و درونشان جهنم است، وضعیت زندانیان پایدار و حق طلب را دقیقاً معکوس دانست و خاطر نشان کرد. آنهایی که الان در زندان ها هستند، درست است که از جهت جسمی در یک ناراحتی هایی قرار دارند، اما چون به دنبال حق هستند و در این امر استقامت می کنند، باطنن خوشحال هستند و اگر متوجه این مطلب باشند و بر خدای خود توکل کنند، در همان زندان هم درونشان مثل بهشت است. آیت الله دستقیب هشدار داده است ادامه وضع فعلی نتیجه خوبی ندارد، حتی اگر چند سباهی به حکومت آقایان اضافه کند. ایشان همچنین با تقدیر از علمایی که در حمایت از صحابی ها و خدا صابر نامه نوشتند و نیز یادآوری خاطره ای از مهندس مهدی بازرگان، یادآور شد که حرف حق از بین نمی رود و بی تأثیر نخواهد بود. ابوالفضل قدیانی و عبدالله مومنی به بهداری زندان اوین منتقل شدند. به گزارش کلمه عبدالله مومنی و ابوالفضل قدیانی، دو نفر از اعتصاب کنندگان اوین روز گذشته در پی وخامت اوضاع جسمیشان به بهداری اوین منتقل و توسط پزشکان بهداری معاینه شدند و کمک های پزشکی را دریافت کردند. این دو نفر در پنجمین روز اعتصاب قضای خود دچار ضعف شدید جسمی شدند که با تأخیر به بهداری منتقل شدند. ابوالفضل قدیانی 65 ساله به بیماری قلبی مبتلا است و به گفته خانواده‌اش حتی در مواقع عادی قادر به روزه‌داری هم نبوده است. اعتصاب قضای نامحدود 12 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به جانباختن هدی صابر و حاله صحابی
وارد ششمین روز خود شده است و اوضاع برخی از اعتصاب کنندگان نامناسب گزارش شده است. ابوالفضل قدیانی و عبدالله مومنی پس از دریافت کمک‌های پزشکی دوباره به بند 350 اوین منتقل شدند و وضعیتشان در حال حاضر مناسب گزارش شده است. خانواده زندانیان اعتصاب کننده اوین در گفتگو با رسانه‌ها بارها تأکید کردند که هیچ کدام از این زندانیان به اعتصاب قضا تمایلی نداشته و چاره‌ای برایشان باقی نمانده جز اینکه این گونه صدای اعتراضشان را بالا ببرند تا دیگر چنین فجایعی در زندان‌های کشور رخ ندهد. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران برای برگزاری افطارهای نمادین در حمایت از زندانیان اعتصابی فراخوان دادند. به گزارش تحول سمز، در ادامه حمایت‌ها و از اعتصاب قضای 12 تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین و در حالی که گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف سیاسی و مدنی نیز با صدور بیانیه‌ها و فراخوان‌هایی با آنها اعلام همبستگی و همراهی کرده و خواهان رسیدگی به خواسته اعتصابیون، یعنی محاکمه مسببین قتل مرحومان حال صحابی و خدا صابر شده‌اند، جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه تهران نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار برگزاری همزمان افطارهای نمادین دست جمعی در محافل دوستانه خانوادگی شدند. دانشجویان همچنین در بخشی از بیانیه خود خواهان همراهی فعالان سیاسی و اعلام موضع صریح مراجع شده و اظهار داشتند از تمامی فعالان سیاسی و اصلاح طلب، روحانیون و خصوصاً علمای اعزام درخواست می‌کنیم که با اعلام موضع و حمایت عملی خود از زندانیان اعتصاب کننده نسبت به نحوه شهادت حال صحابی و هدی صابر موضع گیری نموده و خواهان بررسی نحوه مرگ این دو و شکست شدن اعتصاب قضای 12 زندانی شوند. تشکل‌های مختلف مدنی و سیاسی از زندانیان اعتصابی در زندان اوین اعلام همبستگی و حمایت کردند. در ادامه اعلام همبستگی‌ها و حمایت‌ها از زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان اوین و درخواست توقف این اعتصاب، جمعی از فعالان جنبش سبز تبریز، تشکل راه سبز ایرانیان مالزی رسام و همچنین جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی خارج از کشور نیز ضمن اعلام حمایت از این زندانیان خواستار توقف اعتصاب قضای آنان شدند. به گزارش جرس، در بیانیه جمعی از فعالان جنبش سبز تبریز آمده زندانیان سرافراز اعتصاب کننده قضا در بند 350 اوین، تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین یادآور دلاوری ها و از جان گذشتگی های جوانمردان پاک باخته و با اخلاص فراوانی است که در هر برهه از زمان مشعلدار راه آزادی و رهایی انسان ها از سلطه جباران و مستبدان و زبان گویای ستم دیدگی ها و مظلومیت ملت خود و رسواگر استبداد طلبان و حاکمیت های اقتدارگرا و عوام فریب بوده است. همزمان تشکل راه سبز ایرانیان مالزی رسام در بیانیه‌ای به حمایت از اعتصاب 12 زندانی سیاسی پرداخته و نوشته است حاله صحابی و خدا صابر سرمایه های بیدلیلی برای جامعه ایران بودند که متاسفانه دست استبداد ایران فردا را از همراهی این دو محروم کرد تا 12 زندانی ارزشمند جنبش سبز در اقدامی اعتراضی گرد هم آیند تا وحدت و یکپارچگی خود در خواستهای خود را به رخ بکشند و پیامی روشن به خودکامگان ابراز دارند. همچنین جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای به حمایت از اعتصاب 12 زندانی سیاسی پرداخته و خاطر نشان کردند. خبر اعتصاب قضای 12 تن از زندانیان سیاسی سبز در اعتراض به جان باختن حاله صحابی و خدا صابر بر شدت نگرانی ها و مصائب رفته بر ما در این سالیان سیاه افزوده است. ما به حاکمان ایران هشدار می دهیم راهی که در پیش گرفتند جز فساد و تباهی بیش از پیش برایشان ثمری نخواهد داشت. در این بخش با اخبار کوتاه همراه شما هستیم. جمعی از کارگران شرکت پلاستیک شاهین گفتند مدیر کل تأمین اجتماعی به مشکلات رسیدگی کند. این کارگران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تأکید کردند ما حدود 45 کارگر هستیم
که طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور می توانیم با 20 سال سابقه کار بازنشسته شویم، اما به دلیل وجود مشکلاتی جزئی این امر تاکنون به تعویق افتاده است. آنان با بیان اینکه هیچ مشکل قانونی در زمینه بازنشستگی خود نداریم تصریح کردند اگر مسئولان اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران کمی سریعتر به پرونده ما رسیدگی کنند، مشکل ما برطرف می شود. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین از تعطیلی شرکت تبد خبر داد. ایدلی کریمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد این شرکت با وجود داشتن حدود 300 کارگر چند ماهی است که در تعطیلی به سر می برد. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین همچنین تأکید کرد متاسفم بگویم مدیران شرکت تبد عزمی برای راه اندازی این کارخانه ندارند. مدیرعامل شیر ایران هم گفت دولت به ما بدهکار است و ما به دامداران. به گزارش خبر آنلاین مدیرعامل شیر ایران گفته هنوز دولت تکلیفی برای یارانه شیر معلوم نکرده است. بی‌صبرانه منتظریم مسئولان محترم ستاد هدفمندی یارانه ها وضعیت یارانه شیر را مشخص کنند. به گفته عبدالامیر بارودکوب درباره ارتباط با صنایع شیر به دامداران و نقش دولت در ایجاد این بدهی توضیح داده، امیدوارم طلب دامداران را که مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفته 200 میلیارد تومان است دولت در اسرع وقت پرداخت کند. طرح استیضاح وزیر کشور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. در ادامه چالش‌های میان دولت و مجلس، یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرهای مبنی بر استیضاح وزیر کشور ضمن اعلام مخالفت خود با این طرح گفته است طرح استیضاح وزیر کشور با 25 امضا اعلام وصول و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفته وزارت بهداشت از تداوم پدیده شوم زیرمیزی جلوگیری کند. به گزارش خبرنگار خانه ملت حسین علی شهریاری با تاکید بر اینکه مردم بخش چشمگیری از هزینه درمان را از جیب خود پرداخت می‌کنند تاکید کرد بر اساس اختیاراتی که در قانون بودجه سال 90 و برنامه پنجم توسعه در اختیار دولت و وزارت بهداشت قرار داده ایم باید در سال جاری 10% از هزینه های مردم برای درمان کاهش پیدا کند. نماینده زاهدان با انتقاد از وجود پدیده زیرمیزی در بیمارستان ها ابراز امیدواری کرد. وزارت بهداشت و درمان با تکیه بر قوانین صریح از تداوم پدیده شوم زیرمیزی جلوگیری کند تا این موضوع برای همیشه به فراموشی سپرده شود. عضو فراکسیون خط امام مجلس گفت کسانی مسئول وضع فعلی هستند که باعث خانه نشین شدن سرمایه های انقلاب شدند. به گزارش پارلمان نیوز، سیروس سازدار، نماینده مرند و عضو شورای مرکزی فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت طبیعت عرصه سیاسی دست به دست شدن قدرت است و اگر قرار باشد هر گروه گروه رقیب را برانداز، منافق و توطئه‌گر بنامد، جامعه به وضعیت بحرانی کشیده می شود. رقیب را دشمن فرض نکنیم و بدانیم که هر دولتی با حضور یک رقیب قدرتمند، برنامه محور، سازمان یافته پیشرفت می کند. وی در ادامه تاکید کرد کسانی مسئول وضع فعلی هستند که باعث خانه نشین شدن سرمایه های انقلاب شدند. سید محمد خاتمی پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت مادر همسر محمد جواد مظفر ارسال کرد. به گزارش جرس در این پیام آمده است از خداوند منان برای آن فقیده سعیده علو درجات و برای بازماندگان صبر و عجز و سلامتی و برای شما که به حمدالله از نعمت ایمان و صبوری و پایداری در جهت حق برخوردارید طول عمر و دوام توفیق خدمت به اسلام و انقلاب و ایران مسئلت میکنم. بعد از بازگشت محسن امینزاده و مصطفی تاجزاده به زندان اوین، علی جمالی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت نیز به زندان اوین بازگشت. به گزارش رهانا، اجازه مرخصی علی جمالی به مدت 3 روز و برای شرکت در امتحانات پایان ترم دانشگاهش صادر شده بود. نیروهای امنیتی با یورش به منزل زهرا یزدانی، روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی، او را با زور و با برخورد توهین‌آمیز بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند. خبرگزاری آذربایجان
در این زمینه گزارش شده که زهرا یزدانی از شاگردان محمد علی طاهری روزنامه نگار می باشد که وی نیز مدت 2 ماه است در بازداشت به سر می برد. تور کنسرت محمد رضا شجریان در اروپا از 25 شهریور ماه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا شجریان بیشتر فعالیت‌های هنری خود را در خارج از مرزها دنبال می‌کند. تور اروپایی این گروه موسیقی از 25 شهریور ماه در ترکیه آغاز می‌شود و 8 آبان ماه در شهر کلن در آلمان به پایان می‌رسد. مراسم گرامی‌داشت سخابی‌ها و خدا صابر در شهر کلن برگزار می‌شود. در اطلاعیه برگزار کنندگان این مراسم آمده است: به یاد تازه رفتگان و نوشهیدان، مهندس عزت الله صحابی، خانم حاله صحابی و مهندس خدا صابر گرده هم خواهیم آمد تا پیوند خیش با آن ثابت قدمان را پاس نهیم. در این نشست حسن یوسفی اشکوری، علی مزروعی و فرخ نگهدار حضور خواهند داشت. این مراسم روز چهارشنبه 4 تیر ماه از ساعت 18:30 الی 21:30 در شهر کن توسط جمعی از علاقمندان نهضت آزادی ایران و نیروهای ملی مذهبی برگزار می شود. شریف صابر، پسر کوچک شهید هدا صابر، دلنوشته ای را خطاب به پدرش منتشر کرد. به گزارش میزان خبر در بخشی از این نامه آمده است: کشته شدن تو بدترین و شاید بهترین ترجیبن برای آغاز 23 سالگی هم باشد. هر روز به افتخار نام پاکت با گل روز به دیدارت می آیم. من با کمال افتخار و تمام قد در مقابل مزار بینام و نشان و تخریب شده ات می ایستم و کرنش می کنم و آزادی ات را از زندان تن تبریک می گویم. مسئولیت هر حادثه‌ای برای زندانیان اعتصابی بر عهده شخص اول حاکمیت است. به گزارش جرأت، جمعی از رزمندگان سبز دوران جنگ 8 ساله با انتشار نامه‌ای خطاب به اعتصابیون، ضمن بیان اینکه ما پیام رنج و استقامت شما بزرگواران را با سعی و تلاش به گوش جهانیان خواهیم رساند، خاطر نشان کردند. در این راه آنچه را در توان داریم به کار خواهیم گرفت و مسئولیت هر گونه حادثه‌ای برای شما را بر عهده شخص اول حاکمیت ایران می‌دانیم. این رزمندگان سبز همچنین از زندانیان سیاسی اعتصابی خواستند همگام با خانواده شهیدان هدا صابر و صحابی، از شما درخواست می نماییم که به اعتصاب قضای خیش پایان دهید تا با سلامت و پایداری بتوانید این راه که در پیش گرفته اید طی کنید، چرا که منتظر سلامت و آزادی شما عزیزان می باشیم. نماینده سانندج گفت پیشنهادات خاتمی عملی شود تا بتوان در خصوص انتخابات آینده مجلس نظر داد. جلال جلالی‌زاده در گفتگو با ایلنا افزود نمیتوان بدون بررسی دقیق شرایط کشور و دوراندیشی و آینده نگری اقدامی صورت داد، چرا که اوضاع جامعه بسیار مبهم است و رقبای اصلاح طلبان نیست درک درستی از فضای سیاسی کشور در ماه‌های آینده ندارند و هر روز دغدغه‌ها و نگرانی‌های تازه‌ای مطرح می‌شود. این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد باید منتظر باشیم و ببینیم در هفته‌ها و ماه‌های آینده چه تحولات مثبتی در فضای سیاسی کشور رخ می‌دهد تا بر تصمیم‌گیری‌های ما تأثیرگذار باشد، چرا که با تداوم وضعیت فعلی نمی‌توان چشم‌انداز و برنامه خاصی را تدوین و ارائه داد. اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام وقوع حادثه‌ای در دفتر این مجمع از ارسال گزارش آن برای پیگیری به مراجع و مسئولان ذی‌ربط خبر داد. به گزارش آینده، در اطلاعیه روابط عمومی دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: در ساعت 2:30 بامداد دوشنبه مورخ 30 خرداد 1390، یکی از اتاقهای ساختمان قدس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی خرابکارانه دچار حریق شد و تمام وسایل آن در آتش سوخت. در این اقدام قابل تأمل و مشکوک، شخصی با ورود به ساختمان قدس، اتاق محل استقرار منشیهای آیت الله هاشمی رفسنجانی را به آتش کشید و متواری شد.
بر اساس این گزارش منشی کشیک دفتر مجمع دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شد. در این اطلاعیه آمده است دوربین های حفاظتی مجمع از لحظه ورود این خرابکار به مجمع تا لحظه فرار از چهره او تصویرهای روشنی ثبت کردند که این تصاویر در اختیار مراجع و مسئولان زیرب قرار گرفته و مطمئناً در صورت تلاش مناسب نهادهای حفاظتی و امنیتی زیرب همه ابعاد این حادثه آشکار می شود و اطلاعات به دست آمده در زمان مناسب در اختیار امت بزرگوارمان قرار خواهد گرفت. ما حتی برای سرچ کلمه ایدز دچار فیلتر هستیم. به گزارش خبر آنلاین رئیس انجمن ایدز می گوید از سال 75 تعداد مبتلایان به ایدز در سال در ایران سال به سال رو به افزایش بوده است و تا سال 83 که به اوج خود رسید و با انفجار این بیماری در بین مصرف کنندگان و در زندان ها مواجه بودیم و در حال حاضر 7 سال است که این اتفاق کنترل شده. دکتر شاعری معتقد است که برای کنترل مرحله سوم و جلوگیری از انتقال به طریق جنسی این بیماری و جلوگیری از افزایش مجدد آن باید آموزش ایدز از مدارس و دانشگاه‌ها و از بین جوانان آغاز شود. او میگوید وقتی جوان و نوجوان ما حتی کلمه ایدز را نمیتواند سرچ کند و این کلمه فیلتر است، چگونه انتظار داریم که این نوجوان بتواند آموزش و اطلاعات درستی دریافت کند؟ به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که امشب نیز همراه رسا بودید. بعد از پایان این بخش خبری میتونید صحبت‌های آیت الله امجد پیرامون مواضع اخیرشون که به صورت پیام تصویری در اختیار رسا قرار گرفته رو دنبال کنید. همینطور به مخاطبان و علاقمندان برنامه رو در رو این مژده رو میدیم که امشب میتونن قسمت جدیدی از این برنامه رو تماشا کنن. تعطیلات آخر هفته خوبی رو داشته باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. قال حسین علیه السلام انما خرجت لطلب اصلاح. فهمی برمید بیدادگری شیوه مرضیه نمی شد این شهر اگر دادرسی دادگیه داشت. سنون تا بجا بنابراین محکوم به عذابی در این عصر پراشو بسیار تلاش کردم که اختلافات را به همدلی بدر کنم، اما با کمال تأسف روز به روز ظلم و ستم بیشتری را مشاهده می نمایم و نمی دانم به این مردم بیپناه چه پاسخی بدهم که آبی بر آتش تعلمشون باشد. سالهای آغازین پس از پیروزی انقلاب با اتکا به کلمه مقدس جمهوری اسلامی اعلام کرده بودم هر کس در هر جای مملکت مشکلی دارد بنده در خدمتگذاری آنان آمادم، به لطف خدای تعالی و به واسطه خود مردم که رهای بسیاری از کار فرو بسته آنها گشوده شد. اما امروز بیقانونی و اعمال خودسرانه و حق حیثیت مردم بیداد میکنند. اونقدر رواج یافته که دیگر تعجب و تأسف مسئولان را بر نمی‌انگیزد. مظلومان کشته میشوند و حریم خصوصی و جمعی مردم تجاوز می شود. آزادی های قانونی و ابتدایی که حق اولیه هر انسان است سلب می شود.
ملال و افسردگی بر چهره پیر و جوان نشسته و مشکلات بسیار قربانی میگیرد. دروغ و عوام فریبی ریاست میکنند، اما دریغ از هیچ فریاد. یک همدردی و همدلی، عذرخواهی و تلاش برای تصحیح هیچ در دقیقی حتی از درک این همه خیانت و قانون شکنی در کلام و رفتار مسئولان دیده نمی شود. وقتی هم از مسئولان زیرت سوال می کنی، هیچ کس مسئولیت قانون شکنی ظالمانه، هرج و مرج، افسار گسیدگی و افسار گسیده و آشفتگی در سلسله مراتب را به عهده نمی گیرند. و با نقل مسائل بیشتر بر بار قصه ها و نگرانی ها و مصیبت های ما می افزایند. بنابراین متاسفانه امروز برای رفع مظالم راه به جایی ندارم تا از حقوق ستم دیدگان دفاع کنم. یک نمونه کوچک. این روزها که خود با اون مواجهم و دیگر کسی نمیتواند ادعا کند که برای امجد سیاه نمایی میکنند و اخبار را کانالیزه به اطلاع میرسانند، شاهد بر این وقایع است. وقتی زنی متدین و خانه‌دار با فرزند خردسالش چند روز پیش زنی متدین و خانه‌دار را با فرزند خردسالش در چند روز پیش در فرودگاه پس از طی همه مراحل قانونی در هنگام سوار شدن به هواپیما ممنوع خروج می کنند و با حتاکی او را از سفر باز می دارند. این زن را و تدین و تعهد و بیگناهی او را خود به شخصه از نزدیک می شناسم و می دانم که هیچ جرم و جنایتی نکرده است. آخر چرا؟ هرچه به مقامات دادستانی، سپاه و اطلاعات مراجعه شده همه اظهار بی‌اعتنایی می کنند. نمیدانم چه دستهای کثیف و جنایت پیشه و خیانتکاری میخواهند این مردم نجیب و فداکار، خصوصا جوانان خوب و عزیز و متعهد و جستجوگر را از نظام متنفر کنند. تا اونجا که بنده در منزل خودم نیز نتوانم از نظام و حقیقت اسلام دفاع کنم، در دفاع از حق همه مورد این بانوی خانه‌دار را برگزیدم تا راه مقابله با خودسری را نشان دهم و به یاری حق و حقیقت بیایم. به وسیله تلفن به گوش بسیاری رساندم. بزرگان از من مهلت خواستند که به احترام برخی از قضات محترم اقدامی نکنم. ملوث هشدار دادم که اگر گذرنامه ایشان را در منزل تحویل ندهند موضوع را رسانه‌ای خواهم کرد. اما پس از گذشت یک هفته خبری نشد. اینک به وظیفه خود عمل می نمایم. باد آباد. یک لحظه بر این بام بلاخیز نمی ماند مرغ دل غم دیده اگر بال و پری داشت. به خاطر مردم نجیب و بسیاری از جوانان ارجمند و متدین و فهمنده که خواستن آزادی و عدالت و امنیت حق طبیعیشان است، ناچارم در مملکت بمانم و الا ترک وطن گرده در عزت می گذیدم. و السلام علی من اتبع الهدى محمود امجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخیراً مسئله پیش آمد، من ناچار شدم یه بیانیه‌ای ابراز داشتم. بعضی ها ممکنه خیال کنن این مسئله شخصیه. بنده درد جامعه دارم، دردها و مشکلات جامعه را میبینم، مشاهده میکنم. نسل جوان ما که سرمایه ما هستن، وقتی به ما میرسن نمیتونیم پاسخ بدیم، مشکلات جامعه را نمیتونیم پاسخ بدیم. و اگرم بخوایم اعلام کنیم و صحبتی کنیم و سخنرانی کنیم، محکومیم، چون باید در جریان باشیم. ما نمیتونیم در همه جریان باشیم، نمیتونیم. یه مورد انتخاب کردم که از اول تا آخر خبر دارم، از این جد، نه مسئله خصوصیه، مسئله عمومیه. باید مردم به دولت اعتماد کنند، دولت به مردم اعتماد کنند و مردم به مردم. الان اعتماد مردم به مردم سلب شده، اعتماد دولت به مردم سلب شده، اعتماد مردم هم به دولت سلب شده. من برای رفع این اختلافات و کمتر شدن، چون بنا دارم مرهم باشم، شمشیر نباشم، خیلی سعی دارم. همه میدونن قبل از انتخابات بنده یه دوستی که صحبت کردم تو خانه خودم، او پخ شد، ولی سعی میکنم، چون بنده سعی دارم عامل توازن جامعه باشم، با نسل جوان سر کار دارم. این از که نمیتوانم جواب بدم، پاسخ ندارم، ناچار شدم بیانیه که یک مورد کوچکی از این مشکلات جامعه که این همه ظلم و جنایت میشه در جامعه و کسی پاسخگو نیست، همین مورد من گفتم باید جواب بدن، کسی جواب نداد. دادستانی، سپاه، اطلاعات، هر چی مراجعه کردن جواب نداد. چی بوده، چی بوده، چی بوده؟ خب من چی کنم؟ من جواب نمیتونم بدم، ناچارم که میخوام بگم که این جواب باید بدن. که من وقتی گفتم جواب ندادن، من هم گفتم رسانه چی میکنم. و این برای حفظ نظامه، یعنی دفاع از نظام کردم، دفاع از اسلام کردم. من میخوام بگم این جنایتکارانی که در جامعه ایجاد تنفر میکنن نسبت به این نظام کی هست؟ اینه که اینقدر شرارت میکنن چی هن؟ اینه که توخانه مردم میزنن کی هن؟ اینه که بی خود مردم میزنن چی هن؟ کی هن؟ از کجا شروع شده؟ هیچ مقامی جواب نمیده. دولت باید جواب بده، دولت باید جواب مردم بده، تا مردم اعتقاد بده کنن، اعتماد بده کنن. باید مردم دسترسی داشته باشن به احقاق حق خودشون. چون نیست، من آمدم یه بیانیه دادم که بلکه این جوانان کمی علاقه شون از اسلام برگرده. بزرگ و کوچک ما میدونیم که نسل جوان، مردم ماها گذشته ها محکمن، ولی این نسل جوانی که نه قبل از انقلاب بودن نه اوضاع دیدن، حالا میبینن هیچ به هیچه، اینه که اعتقادشون میره، باورشون میره. ما میخوام باور اینا حفظ بشه، خداوند توفیق بده خدمت کنیم و برگردیم به خدمت. ما میمیریم از دنیا، میریم، باید حساب و کتاب داشته باشیم. این نیست که حالا بنده بیام یه مسئله خصوصی خود رو عنوان کنم، چنین چیزی نیست. از اول منو میشناختن، من تو جامعه بودم و سعیم اون بوده خدمت کنم. و الان خدمت من اینه که باور جوانان رو نگه دارم، باورشون رفته. شما دروغ زیاد میگیم، تهمت میزنیم، خلاف میگیم، کسی یعنی پاسخ بگه. یه نمونه کوچیکی من میگم پاسخ بدید، جواب بدن، کسی جواب نداد، ناچار شدم رسانه‌ای کردم.